به نام خالق زیبایی، سلام دوستای خوبم، در آشپزخانه خودتون خوش آمدین. امیدوار هستم که جور و صحتمند باشین در گوشه و کنار که هستین. امروز تصمیم دارم یک کوفته پخته کنم به طریقه ترکا. خواستم امروز شما ایزانم شریک بسازم، زیاد منتظر تا نمیمونم. با معرفی مواد اولیه پخته کردنش شروع میکنم. کچولو گرفتیم، مرچ سبز، مرچ سرخ، بانجان رومی، گوشت چرخ کرده، مساله، باز وقت که انداختم دانه دانه برتان میگم، روغن، رب بانجان رومی، پیاز، یک دانه تخم مرغ، گشنیج، سیر، یه موادای لازم. بسم الله گفته پخته کردنش شروع میکنم. در قدم اول گوشت رو داخل کاسه مندازم. 700 گرام است. دو دانه پیاز متوسط مندازم، رنده کردیم. 3 دانه سیر مندازم. 1 دانه تخم مرغ. 1 مقدارم گشنیج مندازم، بسیار کم. گشنیج بود، جعفری بود، چه بود، هر کدام شکل داشته. نمک، مرچ مساله دار، تخم گشنیج، مرچ سیار رو مندازم. زرچوبه و مرچ سرخ و نمک یک مقدار دیگه است بزرگ در داخل سسش مندازم. مواد را کندختم خوب سعی همراه دستم ورز میتم. برای 10 دقیقه کار کنیم که کوفته خوبش بیایه. کوفته گوشت نباید آب داشته باشه، اگه آب داشته باشه باز از پیشتون میشاره، باید آب زیاد نداشته باشه. قبلا گوشت را داخل چلو صاف کنیم کاملا آب گوشت بره. بعد از اینکه بر 10 دقیقه ورز دادم حالا شروع میکنم به جور کردنش. به اندازه یک دانه چهارمغز میگیرم کوفته را به این صورت آماده میکنم. اگه کچولو کلانتر بود به همون اندازه کچولوی تونی کار کنه، نه کلان بود کلانتر بگیرین، نه خرد بود خردتر بین. کلش به این صورت من انجام میتم. کل کفته رو آماده کردم، به گوشه میمونم. کچولو گرفتیم 1.5 کیلو، نظر به تعداد فامیلتان بگیرین. کچولوشه به این صورت برش میزنم، نه زیاد نازک باشه نه زیاد دبل، متوسط. کلشم رقم برش میکنم. کچول ورم برش زدم و پتنوس داشم میمونم. گوشتم آماده است، کچولوام آماده است. یک دانه کچولو میگیرم، یک بر کچولو، یک دانه کوفته در سرش میمونم. باز یک دانه کچولوی دیگه میمونم. همه تو کلش انجام میدم. یک دانه گوشت، یک دانه کچولو. البته این غذا رو داخل داش پخته میکنم، در داش پخته میشه. دیگه بسیار مزه‌دار براتون توصیه میکنم که حتما آماده کنین. این از همسایه ترک ما یاد گرفتیم که همیشه پخته میکنه، بسیار مزه‌دار میشه. این دفعه خواستم که امروز شما شریک بسازم، زیاد مزه‌دار است، حتما امتحان کنین. یعنی من روی هم دیگه میمونم، یک دانه کچولو، یک دانه گوشت میمونم. میتونین به جای کچولو از بنجان سیام استفاده کنین، هر رقم که خودتون دوست دارین. امروی بانجان سیام مزه دار می، امروی کچولو. یک روز باز امروی بانجان سیام برتون پخته میکنم. کل شما مت رو انجام دادم. در یک قسمت هاشم کچولوی کذاف مانده میمونم. دو دانه بانجان رو میگرفتیم توته میکنم، در وسطش میمونم. دو دانه بانجان رو میری که ماندم مرچ گرفتیم، دو دانه مرچ سبز است ریزه میکنم. البته مرچش تند نیست، مرچ دلمه است. اگر دوست داشتین میتونین از مرچ تندم استفاده کنین. یک دانه مرچ سرخ، از مرچ حتما استفاده کنین، در غذایتون هم مزه‌دار می، هم بسیار فایده داره. کل شمتون میچینم. بعد از اینکه کل مواد چیندم در پتنوس داش آماده شد، تاورد سرگاز موندم. دش روغن مندازم، روغن زیتون مندازم، نیم گیلاس چای خوری. اگه شما روغن زیتون نداشتین میتونین از روغن های دیگه هم استفاده کنین، ولی روغن زیتون مزه دار میاد. دو دندون سیر انداختم، سیر میمونم تا که یک همه گور عطرش برای. یک قاشق رو به بانجان رو میرم اندازم، رو بم یک ذره سرخ میکنم، زیاد نه کم. مساله رو مندازم، یک قاشق نمک، یک قاشق زرچوبه، یک قاشق مرچ سرخ. مرچم کندختم بر یک دقیقه و از یک دقیقه هم کمتر شور میتونم که سرخ شد. بعد از یک گلاس آبادش اضافه میکنم. زیاد سرخ نکنین، غذای سرخ کرده بسیار ضرر داره. همیشه من غذای ما سرخ نمیکنم، یک مقدار سرخ کنین، زیاد سرخ نکنین.
یک مقدار گشنی چون که بود انداختم، سس آماده شد. حالا این مواد را آماده کنم، در رویش مندازم سس. ببینید دوستا آماده شد. حالا روش هم روی کاغذ روغنی میپوشونم. رو کاغذ روغنی رو اول خوب سعی میشویم، بعد در روش میمونم که کاغذ روغنی تر باشه. روش که پوشندم در داخل داش میمونم برای یک ساعت میمونم به درجه 180 که آیست آیست پخته شوه. نظر به داش خودتون بانین ببینین که چی وقت پخته میشه. ببینین بعد از یک ساعت کاملا پخته شده دیگه، جای شما عزیزان خالی. بسیار مزه داره، براتون توصیه میکنم که حتما آماده کنید. ببینید مقبول روغن کشیده، حالا بهش قاب میمونم. ببینید دوستا زیادتر از دوستای من میگن که چرا به زبان دری خودم صحبت نمیکنن، بعض کلمات به زبان فارسی میگن. اون مشکل است که ما در ایران کلان شدیم. زیاد کوشش میکنم که زبان دری خودم رو گپ بزنم، اما بعضی وقتا دیگه نمیشه به خاطر که مدام اونجا کلان شدیم، از پیشم اشتباه میشه. البته زبان مهم نیست، مهم قلب انسان است. ببینید دوستا در بشقاب کشیدم، در پلوشم یکم ترشی انداختم، تازه تای ترشی رو ماندم. حتما میتونین ببینین آماده کنین. ببینین دوستا بسیار خوبش آمده، حتما امتحان کنید. حالا مرتضی جان نوشه جان میکنه به شما عزیزان میگه که مزهش چه رقم آمده. سلام دوستان عزیزان، به کانال ما خوش آمدین. امروز مادرم کباب ترکی پخته کرده، حالا ایره نوشه جان میکنم که مزهش چه رقم. بسم الله. یکم از پاتاتاش بخورم، کچلوش. مزه کنشون خیلی دست خوبه. دوستا یک رقم خبابه اولین دفعه است که دیدم، اولین دفعه هم است که خوردم، چون که ایش ندیدم دست مادرم درد نکنه. او بر من لذت های نو نو جان میکنم، ما نوش جان میکنم، با شما هم ترسه میکنم، خموده کنم، نوش جان کنم. خدا حافظ، به خدا پناهتان باشه. خب دوستای نازنین، رسیدیم به پایان ویدیو امروز. انشالله که از ویدیو خوشتان آمده باشه و لذت برده باشین. تا ویدیوی بعدی شما رو به خداوند بزرگ و مهربان مسپارم. سربلند و سرفراز باشین در کنار فامیلتان. خدافظ شما عزیزان. وقتتان خوش.